سلام و درود به همگی دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه امینی هستم و به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید این روزها خیلی اختلال زیاد شد مخصوصا این هفته که انتخابات بود شدیدن اختلال داشتیم چه روی سرورهای مستقیم چه روی سرور هایی که تانل بوده توی این ویدیو میخوایم یک روش تانلی رو بهتون آموزش بدیم که سرعت فوق بالایی داره و بسیار راحت میتونید در کمترین زمان برای خودتون این تانل فوق رو برقرار کنید فقط قبل از اینکه بریم سراغ آموزش اگر هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارید خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیو جدیدی براتون قرار دادیم براتون نوتیفیکیشن بیاد و بتونید ویدیو جدید ما رو مشاهده کنید اگر هم در آخر سوالی داشتید حتما برامون کامنت بذارید خب من دو تا سرور تهیه کردم یه دونه سرور ایران و یه دونه سرور خارج و یک سری دستورات هست که با همدیگه میخوایم این دستورات رو بزنیم و یک تانل فوقلاده عالی برای خودمون برقرار کنیم من میام با سرور ایران این کار رو انجام میدم ابتدا آی سرور ایرانم رو کپی میکنم و وارد برنامه پوتی میشم مثل همیشه و SSH میزنم به سرورم خب این سرور ایران من هست که الان وارد سرور شدم ابتدا ما نیاز داریم که وارد این صفحه گیت هاب بشیم من این فایل رو داخل کانال تلگرام براتون قرار میدم لینکش هم توی دیسکریپشن ویدیو وجود داره میتونید استفاده کنید خب وارد این صفحه گیت هاب میشم که یکی از دوستامون اومدن این کار رو انجام دادن این اسکریپ رو ساختن من واقعا تشکر میکنم ازشون حتما وارد گیتابشون که شدید بهشون استار بدید تا ازشون حمایت بشه و اینجا یک توضیحات فارسی و ویدیوهایی از خودشون گذاشتن که اگر دوست داشتید میتونید برید مشاهده کنید یک دستور اینجا برای ما قرار دادن که ما با این دستور روی سرور دبیان یا اوبنتو میتونیم بیایم و اسکریپت ایزیمش رو اجرا و نصب کنیم خب من این رو کپی میکنم و توی سرور ایران اون رو قرار میدم و اینتر رو میزنم تا این بره برای نصب دوستان قبلش توجه داشته باشید که هم روی سرور خارجتون هم روی سرور ایرانتون ابتدای کار یک بار بیایید آپدیت کنید سرورتون رو با این دستور APT ای update خب اینجا اگر این صفحه براتون اومد اوکی رو میزنید اینجا هم تب رو میزنید و مجددا اوکی رو انتخاب میکنید. روی سرورهای ایران ممکنه این کار یک کمی زمان ببره پس عجله نکنید. خب بعد از اینکه این اسکریپت رو اجرا کردید با چنین صفحه مواجه میشید که حالا من سفرم بزرگتر کردم که بتونید کامل مشاهده کنید. یک سری گزینه ها اینجا وجود داره که در ادامه حالا بهتون توضیح میدم کارشون چیه ما در ابتدا باید بیاییم سرور ایران و خارجمون رو به همدیگه متصل کنیم با کدوم یکی از این گزینه ها باید این کار رو انجام بدیم با گزینه یک ما باید بیایم این کار رو انجام بدیم پس من گزینه یک رو اینجا می نویسم و اینتر رو می زنم. توی این صفحه ازمون میخواد که بیایم IPv4 یا IPv6 سرورمون رو وارد کنیم کدوم سرورمون سرور خارجمون اینها رو بهشون دقت داشته باشید که یک موقع اشتباه نکنید اگر IPv4 سرور خارجتون فیلتر بود میتونید بیایید از IPv6 سرور خارجتون استفاده کنید دوستان اگر هم فیلتر نبود میتونید این رو اینجا بنویسید حالا من چون IPv4 سرور خارجم فیلتر هست یه اینتر میزنم بره اینجا ازم میخواد که بیام و یه دونه IPv4 لوکال برای سرورم بنویسم اینجا یک نمونه برای من نوشته که همین رو شما میتونید کپی کنید اینجا اون رو قرار بدید و اعدادش رو تغییر بدید مثلا اینجا نوشته شده یک من میام مینویسم دو و اینتر رو میزنم. اینجا ازمون میخواد که یه نام براش در نظر بگیریم هر نامی که دوست دارید مثلا به چه دردی میخوره یک زمانی هست که شما میخواهید بیایید چند تا سرور خارج رو متصل کنید به یک سرور ایران اینجا این کار و این نامگذاری خیلی خوبه میتونید راحت سرور هاتون رو تشخیص بدید من میذارم ایران یک اینتر رو میزنم اینجا از همون پورت میخواد هر پورتی که دوست داشتید میتونید وارد کنید میتونید از پورت دیفالتش هم استفاده کنید پورت دیفالتش 2090 هست من هم میذارم همین پورت 2090 باشه و اینتر رو میزنم اینجا یه دونه پسورد خودش برامون میسازه میگه خودت هم بیا یه دونه پسورد ایجاد کن بهترین پسوردش همینه من همین رو از اینجا کپی میکنم و اون رو اینجا قرار میدم این پسورد رو یه جایی ذخیره کنید چون بهش در ادامه کار نیاز داریم اینتر رو من میزنم تا وارد مرحله انتخاب پروتکل بشم اینجا چهار تا پروتکل برای ما آورده که از هر کدوم که دوست داشتید میتونید استفاده کنید اما دو تا از این پروتکل ها خیلی خوب جواب میده شماره یک TCP و شماره دو UDP TCP برای کسایی خوبه که پهنای باند بیشتری میخوان و شماره دو برای کسایی خوبه که میخوان پینگ پایین تری داشته باشن مخصوصا کسایی که گیم میزنن و به پینگ پایین تری نیاز دارن من خودم میام شماره دو UDP رو اینجا مینویسم شما میتونید TCP هم بنویسید هیچ فرقی نمیکنه. اینتر رو میزنم اینجا میگه که میخوایی این اسکریپشن رو فعال کنی یا نه ببینید دوستان اگر شما این اسکریپشن رو بیایید فعال کنید یعنی بذارید یس yes, ممکنه یه کمی سرعتتون بیاد پایین تر اگر تعداد کار برای کمی دارید بیایید یس yes رو انتخاب کنید بهتره اما اگر تعداد کاربرانتون روی سرور زیاد هست بیایید گزینه نو رو انتخاب کنید من گزینه نو رو اینجا انتخاب میکنم و اینتر رو میزنم تا این برام غیر فعال بشه میگه که ایزی مش اومد استارت شد و شروع شد حالا بیا اینتر رو بزن اینتر رو میزنیم برمیگردیم توی این منو خب تا اینجا کار کار ما با سرور ایرانمون تموم شد من این رو بیارم اینجا سمت راستی سرور ایران بیایم وارد سرور خارجمون بشیم من مجددا با برنامه پوتی میام و SSH میزنم به سرور خارجم و مجددا میام همین دستور رو دوباره کپی میکنم و توی سرور خارج اون رو قرار این تر رو میزنم تا ایزیمش روی سرور خارج من هم نصب بشه میام اینجا شماره یک رو انتخاب میکنم این رو میزنم اینجا ازمون میخواد که بیایم و IPv4 یا IPv6 سرورمون رو وارد کنیم اینجا ما باید بیاییم IPv4 سرور ایرانمون رو اینجا توی سرور خارج وارد کنیم این خیلی مهم هست پس من میام IPv4 سرور ایرانم رو از اینجا کپی میکنم و اون رو اینجا قرار میدم و اینتر رو میزنم اینجا از میخواد که یه دونه IPv4 لوکال هم برای سرور خارجمون بسازیم من میام همین IPv4 لوکالی که اینجا قرار داره رو کپی میکنم اگر یادتون باشه ما توی سرور ایران اومدیم این عدد یک رو به عدد دو تغییر دادیم من دیگه اینجا اینو دستش نمیذارم و میذارم همین عدد یک باقی بمونه البته شما میتونید به دلخواه اینها رو تغییر هم بدید این ترو رو میزنم اینجا ازم میخواد که یه دونه نام براش در نظر بگیرم اینجا اسمش رو میذارم خارج یک و این ته رو میزنم اینجا ازمون پورت میخواد دوستان اینجا خیلی مهمه توجه داشته باشید ما توی سرور ایران اومدیم پورت 2090 رو انتخاب کردیم توی سرور خارج هم دقیقا باید بیایم همین پورت 2090 رو انتخاب کنیم و اینتر رو بزنیم اینجا یه دونه پسورد از ما میخواد که اینجا وارد کنیم نیایید مثل سرور ایران این پسورد رو وارد کنیم ما پسوردی رو باید اینجا وارد کنیم که توی سرور ایران وارد کردیم و بهتون گفتم یه جایی ذخیرش کنید اما نگران نباشید اگر ذخیرش نکردید میتونید بهش دسترسی داشته باشید چطور توی سرور ایرانتون وارد این منو که شدید گزینه 5 دیسپلی سیکرت کی رو اینجا که بیایید انتخاب کنید و اینتر رو بزنید پسورد رو بهتون نمایش میده این پسورد رو از داخل سرور ایرانتون کپی میکنید و اون رو اینجا قرار میدید و در نهایت اینتر رو میزنید اینجا ازتون از از میپرسه که پروتکل چی باشه ما توی سرور ایرانمون پروتکل UDP رو انتخاب کردیم پس اینجا هم باید بیاییم مجددا UDP رو انتخاب کنیم من شماره دو رو مینویسم و اینتر رو میزنم اینجا مجددا میام گزینه نو رو انتخاب میکنم و اینتر رو میزنم تا این سرویس روی خارج من هم فعال بشه الان کار ما تقریبا تموم شده من فقط یک توضیحی بدم در مورد این گزینه ها شماره یک رو که الان کامل فهمیدیم چی کار میکنه شماره دو رو اگر من بزنم و اینتر کنم اینجا یک سری اطلاعات به ما میده IPv4 سرور هم رو اوورده وی 4 لوکال سرور ایران هم رو اینجا توی سرور خارجم داره به هم نمایش میده هاست نیم رو همون ایران یک که نوشتیم آورده اینجا پی تو پی رو برامون آورده یک سری اطلاعات هست اونها رو مشاهده کنید و وضعیت هست. سرویستون رو ببینید مثلا تانل پروتکل رو اینجا یو دی پی ما انتخاب کردیم و برامون هم یو دی پی نوشته با زدن کنترل سی هم برمیگردید یک مرحله عقب شماره سه رو که بزنید مجددا یک سری اطلاعات برای شما میاره شماره چهار رو که من بزنم یک سری اطلاعات کلی تر و تخصصی تر برای ما میاره که حالا ما زیاد کاری باهاشون نداریم دوباره کنترل C میزنم شماره 5 رو که بهتون توضیح دادم اون پسورد رو براتون به نمایش میذاره که میتونید کپیش کنید شماره 6 وضعیت سرویستون رو میتونید ببینید من شماره 6 رو که بزنم اینجا وضعیت سرویس رو به من نشون میده دوباره کنترل C میزنم تا برگرده شماره هفت خیلی مهمه دوستان شما میتونید مشخص کنید که سرورتون توی یک ساعت خاصی بیاد و ریستارت بشه مثلا میتونید تعیین کنید که هر 6 ساعت یک بار یا هر 12 ساعت یک بار یا اصلا هر 24 ساعت یک بار سرویستون بیاد و ریستارت بشه این برای چه کاری خوبه؟ برای اینکه اگر اختلالی به وجود اومد اگر کندی سرعتی به وجود اومد با ریستارت شدن سرویس این اختلال ها برطرف بشه از طریق کرونجاب شما میتونید بیایید یه دونه کرونجاب برای سرورتون ایجاد کنید این هم دقیقا کار ریست کردن سرویس رو براتون انجام میده که میتونید سرویس رو با استفاده از کرونجاب بیایید و ریستارت کنید گزینه 9 ریستارت سرویس به صورت دستی هست یعنی اگر شما کرونجابو اینها رو ست نکردید میتونید هر ساعتی که دوست داشتید و دیدید اختلا روی سرورتون وجود داره بیایید و شماره 9 رو بزنید و سرویس رو یک بار به صورت دستی ریستارت کنید شماره 10 هم برای حذف کردن کامل این سرویس از روی سرورتون هست و شماره صفر هم برای خارج شدن از این سرویس هست <تص> که من شماره صفر رو میزنم و از این سرویس هم خارج میشم اما با همدیگه بریم روی پنل صنایع یه دونه کانفیگ بسازیم و ببینیم که چطور عمل میکنه با استفاده از یوزر نیم وارد میشم میرم قسمت این باند ها ادین باند رو میزنم ریمارک دلخواه هست پروتکل میتونید از نوع ویمس یا ویلس باشه هیچ فرقی نمیکنه میذارم همین ویلس باشه پورت هم دلخواه مثلا من میزنم 2053 ترانس میشن رو میایید میذارید روی TCP میتونید HTTP هم فعال کنید و یه دونه ریکوست هدر هم بهش میدید مثلا من میذارم زولاداتای آر یا هر چیزی که دوست دارید و اکسترنال پروکسی خیلی مهمه توی سرور خارجتون اکسترنال پروکسی رو روشن میکنید و اینجا باید آی پی سرور ایرانتون رو قرار بدید من آی پی سرور ایرانم رو از اینجا کپی میکنم و اون رو اینجا قرار میدم پورت دقیقا باید پورتی باشه که ما اینجا انتخاب کردیم 253 اینجا هم من میزنم 253 و کریت رو میزنم تا این کانفیگ رو برای من بسازه اما توجه داشته باشید دوستان که در حال حاضر کانفیگ برای ما کار نمیکنه چون یک مرحله دیگه هست که ما باید روی سرور ایرانمون انجام بدیم اون مرحله هم نصب کردن هپروکسی تانل هست که دستورش رو من اینجا براتون قرار دادم این دستور رو شما کپی میکنید و توی سرور ایرانتون اون رو قرار میدید و اینتر رو میزنید منتظر میمونید چند ثانیه ای تا عملیات نصبش انجام بشه خب تقریبا دو سه دقیقه طول کشید تا هپروکسی روی سرور ایران من نصب بشه ممکنه هر سرور ایرانی فرق کنه بعد از اینکه شما این اسکریپت رو هم توی سرور ایرانتون اجرا کردید میایید شماره یک رو میزنید برای کانفیگ کردن تانل من شماره یک رو میزنم اینجا میام گزینه یک نیو کانفیگوریشن رو انتخاب میکنم و اینتر رو میزنم حالا اینجا یک سوالی ازم میپرسه میگه که آیا مطمئنی که هر چیزی که قبلا داری حذف بشه اگر شما از قبل این اسکریپت رو نصب کرده باشید و تغییراتی داده باشید میتونید گزینه نو رو انتخاب کنید اما چون من اولین باره که سرویس هپروکسی رو دارم روی سرور ایرانم نصب میکنم همون گزینه یس رو مینویسم و اینتر رو میزنم خب اینجا ازمون میخواد که بیایم پورت کانفیگمون یا همون پورت این باندمون رو اینجا وارد کنیم خب ببینید دوستان اینجا پورت این باند من 253 هست که من همین رو میام کپی میکنم متاسفانه تنها ایرادی که میتونم از این اسکریپ بگیرم همینه که مولتی پورت فعلا نداره و باید پورت ها رو تک تک وارد کنید من پورت این باندم که 253 هست رو اینجا وارد میکنم و اینتر رو میزنه خب دوستان توی شماره دو از ما میخواد که بیایم آیپی لوکال سرور خارجمون رو که ایجاد کردیم اینجا وارد کنیم خب ما باید برگردیم توی سرور خارجمون و آی پی لوکالمون رو وارد کنیم اگر یادتون نیست آیپی پی لوکالتون چی بود کافیه توی سرور خارجتون بنویسید آی پی فاصله ای و اینتر رو بزنید اینجا آیپی پی لوکال براتون نمایش داده میشه این رو از اینجا کپی میکنید و اینجا اون رو قرار میدید و اینتر رو میزنید اینجا دوباره از پورت میخواد باید همین پورت 253 رو بنویسید من پورت 253 رو تایپ میکنم و اینتر رو میزنم اینجا یک سوالی از میپرسه میگه آیا میخوای یه دونه کانفیگ جدید اضافه کنی اگر شما توی سرورتون چند تا این باند دیگه ساخته بودید باید بیایید اینجا گزینه یس رو انتخاب کنید و این باند های دیگه تون هم بیایید پورت هاشون رو بزنید و اضافه کنید چون من فقط همون یه این باند رو دارم اینجا نو رو می نویسم و اینتر رو میزنم. اینجا به هم پیغام موفقیت آمیز میده و میگه که کانفیگ شما با موفقیت ساخته شد اینتر رو هم که بزنید بر می گرده توی این منوی اصلی به همین راحتی ما الان تونستیم بیاییم تانلمون رو برقرار کنیم خب من کانفیگ رو توی برنامه نیکوری هم اضافه می کنم و یک بار تستش کنیم ببینیم کار میده به همون یا نه می بینید که پینگ 307 به هم داد که چه پینگ فوقلاده خوبی هست اینجا هم استارت رو که من بزنم و تون مود رو روشن کنم می بینید که با بهترین سرعت روی همراه اول برای من متصل شد یه دونه یوتیوب هم باهاش اگر بخوام باز کنم میبینید که یوتیوب هم با چه سرعت عالی برای من باز میکنه امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید دوستان حتما ویدیو رو لایک کنید لایک کردن شما باعث میشه که ما ویدیوهای بیشتری براتون بسازیم یک جورایی به ما انرژی میدید موفق و پیروز باشید